بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه پویش را با همکاری خانم غزاله، کارگردان فنی برنامه، به شما پیشکش میکنم. پیش از اینکه برنامه را آغاز کنم و مهمان برنامه را به شما معرفی کنم، به این نکته باید اشاره کنم که بسیاری از دوستان در مورد اینکه چرا همین مهمان برنامه ما که همکنون نامش رو خواهم گفت و تصویرش رو خواهم گفت، در برنامه من هرگز نبود. امروز شاید بگم که نزدیک به 10 سال هست که ایشون در برنامه من حضور نداشتن، یا 9 سال، بهتر از بگویم بر تلویزیون 9 سال که خیلی هم فاصله نمیشه. دلایلش هم مشخصه، به هیچ روی دلیل به من یا به آقای امینی مهمان برنامه ما مربوط نبوده، دلایل جانبی بوده و به این ترتیب ایشون هرگز مهمان برنامه پویش نبودن. اجازه بدین همراه با شما درودی داشته باشم به آقای امینی که امروز پس از دست کم 9 سال مهمان برنامه من است. آقای امینی درود بر شما. درود بر شما جناب گوهرزاد. ولی پای من رو به تلویزیون اندیشه شما باز کردید و سپس آقای فرامرز فروزنده شروع به گفتگو با من کردن و سپس من برنامه خودم رو در این تلویزیون آغاز کردم و اینک هم نزدیک به 5 ماه هستش که شما مسئولیت هماهنگی و مدیریت برنامه های بنیاد آینده رو در این تلویزیون در دست دارید. بنابراین ما در کنار هم هستیم و شاید یکی از دلایلی که درست نبوده من چندان در برنامه شما شرکت کنم در این است که افسون بر برنامه برگی از تاریخ که برنامه های هفتگی من هست و در این چند ماه گذشته گاه 2 بار در هفته برنامه داشتم، من سالهای درازی نزدیک 5 سال با زنده یاد حسین مهری، دوست نازنین ما که از میان ما رفت، بله، یه برگی از تاریخ رو داشتم و دیگر شاید درست نبود که در یک برنامه سومی هم شرکت کنم. کاملا درست. امروز بر روی به دلیل اینکه گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت، اجازه بدین که برویم سر اینکه چرا گفتگوی ویژه. من اینو به این دلیل گفتم که پاسخی باشه به بسیاری از کسانی که گفتن آقا چرا در این زمینه با آقای امینی صحبت نکردی. این پرسش همیشه مطرح میشه و بسیاری از این مسائل رو داره. و اجازه بدین که نخستین است که شما همیشه در سفری آقای امینی. همین اکنون هم که من میخوام یه چیزی رو اعلام کنم پیش از اینکه وارد موضوع بحث و گفتگوی برنامه بشیم، چون ممکن است که دچار فراموشی بشه نشان دادن این پوستر، اجازه بدین از خانم غزاله درخواست کنم که پوستر سخنرانی شما رو در مونترال نشان بدن و چون موضوع گفتگوی ما همون خواهد بود، ولی نخست این رو یک بار داشته باشیم و بار دیگر به این مسئله خواهیم پرداخت. شما خودتون بفرمایید که در مونترال در مورد این، بله الان تصویر داریم، بله مونترال، حالا من اشاره میکنم دوستان همبستگی جمهوری خواهان ایران که همین برنامه رو اسپانسر میکنن همایش سالانه شون رو دارن و به این ترتیب یک سخنرانی در روز شنبه 4 ماه آگست برای آقای امینی هست به عنوان موانع تاریخی سکولاریسم و دموکراسی در ایران. خانم غزاله یه ذره بالاتر رو هم نشون بدین، ببریم بالا، ما آدرس رو هم و محل برگزاری رو هم دوستان خواهند دید. بله، ساعت 6 پس از نیم روز دانشگاه کبک، مونترال، کانادا، و به این ترتیب برای کسانی که میخواهند بیایند و یا میخوان آگاهی بیشتری بگیرن بر روی تارنمای ایران ma.us میتونن، که برای همین دوستان همبستگی جمهوری خواهان ایران هست، میتوانند آگاهی های بیشتر رو در این زمینه که کجا هست، چه ساعتی کلا همایش آغاز میشه و از این نوع مسائلش. البته من در 2 هفته گذشته در مورد همایش هم با آقای کوروش پارسا صحبت کردم، هنگامی که با آقای دکتر قریشی صحبت میکردم بهش اشاره کردم، با آقای علی افشاری صحبت میکردیم، به این مسئله پرداختیم، به این ترتیب آگاهی رو تا جای ممکن دادیم. این در مورد مسئله موضوع سخنرانی شما آقای امینی در اونجا و گفتگویی که خواهیم کرد. ولی پیش از اینکه به این گفتگو بپردازیم، یک موضوع روز هست و شاید هم بی مناسبت نباشه این موضوع روز با گفتگوی ما، و اون این است که در روز یک شنبه عصر ساعت 6 پس از نیم روز آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کتابخانه رونالد ریگان ظاهر میشن
و برای ایرانیان سخنرانی خواهند کرد. اسم سخنرانیش هم این است: حمایت از صدای مردم ایران. این سخنرانی که در ساعت 6 پس از نیمروز در اونجا برگزار خواهد شد، در این یکی دو هفته بسیاری گفتگو پیرامون خودش داشته. نخست این است که این سخنرانی دعوت به عمل آمده از ایرانیان در اونجا باشند، و این ایرانیان که دعوت به عمل آمده باید میگفتن که بله میآیند، به این ترتیب جاشون رزرو شده و اونجا خواهد بود. حالا برگردیم توی استودیو، این رو هم اشاره بکنم که این دعوت خاص بوده. دعوت خاص هم به این مفهوم که ایرانیان کلمه گسترده و بزرگی دیگه، ایرانیان. بله. بعد میگیم که میخوان با نمایندگان ایرانیان، وقتی شما صدای ایرانیان رو در خارج از کشور بشنوین، چون در زیر نوشته این میاد که 250,000 ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به ویژه در لس آنجلس دارن زندگی میکنن، از این حرفا به ما میخوان با افکار و اندیشه های اونها در مورد ایران و آینده ایران آشنا بشین. به این ترتیب برای آگاهی باید نمایندگان مردم رو آیا میارن؟ آیا نمایندگان سازمان های سیاسی رو دارن میارن؟ داستان خیلی با علامت سوال بزرگی روبروست. هنگامی که به وزارت خارجه آمریکا مراجعه میکنیم، اونها خودشون از اینکه چه کسانی را دعوت کرده اظهار بی اطلاعی میکنن. در خدمت شما هستیم مثلا در مورد چنین نشستی، چون من دیدم آقای دکتر میلانی مقاله بسیار روانی نوشتن که عده‌ای که دعوت نشدن برخیشون دلخورن، عده‌ای که دعوت شدن برخیشون دلخورن، اصلا معلوم نیست که کی میاد کی میره چی میشه. و بعد ریشه های تاریخی رو شرح دادن در مورد اینکه روابط ایران با آمریکا در چگونه بوده در این 40 سال و از این نوع مسائل. و حالا ما در خدمت شما هستیم که دیدگاه شما رو هم باهاش آشنایی داشته باشیم. ببینید جناب گوهرزاد گرامی، صدای من لکی؟ بله صداتون هستش. بله میدونم، ولی داشت اکو داشت. بله. هیچ ایرادی نداره که دولت‌های بزرگی مانند دولت ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اینها داغدار وضع مردم ستم‌دیده ایران باشن. این رو باید به راستی به فال نیک گرفت. در این هم جای ایراد نیست که بزرگان این کشورها از جمله وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از آرمان‌های مردم ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، امنیت و حضور در این کاروان تمدن و توسعه جهان و زندگی صلح‌آمیز در کنار دیگر کشورهای همسایه و در دیگر کشورهای جهان پشتیبانی کنند. در این جای گفتگو نیست که نمایندگان کشورهای پیرامون ایران، عربستان، اسرائیل، ترکیه و دیگر کشورها هم باید علاقمند باشند به آینده و امنیت منطقه. همه اینها به جای خود. ولی 99 سال پیش جناب گوهرزاد، 3 نفر ایرانی، نخست وزیر اون زمان ایران همراه با 2 وزیر کابینه رفتند در باقی در قلهک نشستند و برنامه رو تنظیم کردند که سپس پیمان 1919 نام گرفت. این پیمان 1919 که 99 سال ازش میگذره، یکی از تاریکترین و سیاهترین رویدادها در سپهر سیاست ایران پس از مشروطه بوده. ما نمونه های از این دست هم پیشتر داشتیم. نشستند نمایندگان امنیتی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در قبرس، برنامه براندازی مصدق رو تنظیم کردند. و جالب اینجاست که این نشستی که امشب آقای وزیر امور خارجه آمریکا برگزار میکنند، درست در روز 3 تیره، یعنی درست همزمان هست با روزی که مردم ایران با یک جنب و جوش اجتماعی مصدق رو به نخست وزیری بازگرداندند و از فردای 3 تیر برنامه ریزی برای براندازی و آغاز شد. اگر ما کشوری بودیم که تاریخ نداشتیم، فرهنگ نداشتیم، یک جنب و جوش تاریخی بسیار بسیار پربار پشت سر ما نبود، اگر ما کشوری بودیم که نخستین پارلمان غیر اروپایی در اون به وجود نیامده بود، اگر ما فرمان مشروطه و تاریخ ایران رو پشت سر نداشتیم، و اگر امروز ایرانیان خاموش و ساکت و
در خانه خفته بودند و اگر ما جنبش 88 و جنبش دیماه و این همه جنب و جوش های خیابانی مردم ایران رو از جمله به ویژه زنان و دختران جوان ایران رو در ایران نمی داشتیم، شاید می توان پذیرفت که این خفتگان و مایوسان و انسانهای سترون خارج از کشور بد نیست به باغ کتابخانه رونالد ریگان برن، مانند باغ قلهک، و در اونجا بیعت کنند با وزیر امور خارجه آمریکا که شاید ایشان بتوانند گره‌گشای مسائل ایران باشند و با همکاری آقای بولتون که ببخشید آقای گوهرزاد سیویل های شما خیلی به ایشون شبیه شده و یه فکری بابت این باید بکنید. خب حالا که شما اینو گفتین منم یه چیز خواهم گفت. آیا امینی شما آیا در میان دعوت شدگان هستین یا نیستین؟ از بدید جمله پس پایان بدم. خواهش میکنم. خیلی امیدوارم به این. من خوشبختانه، من و شما خوشبختانه جز دعوت شدگان نیستیم. در اون سیاهی هستیم که حتی با ما تماس نمیگیرن و چه خوشحالم که تماس نمیگیرن، زیرا نه این است که من مخالف نزدیکی ایران با ایالات متحده آمریکا باشم. من از پشتیبانان پروپاگورس نزدیکی، یعنی دو حکومتی هستم در ایران که خودش رو با ایالات متحده آمریکا و غرب بیشتر نزدیک بدانه. من ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، عربستان رو دشمنان ایران به هیچ وجه نمیشمارم و خواهان بهبود روابط و خواهان اصلا یک زندگی صلح‌آمیز میان ایرانیان و به ویژه ایالات متحده آمریکا هستم که بیشترین شمار ایرانیانی که در این سالها از ایران خارج شدن، از جمله خود من و شما، در این کشور زندگی میکنیم. من بیشتر زندگی خودم رو در آمریکا گذراندم و نه در ایران. بنابراین نه تنها سر دشمنی با این کشور نمیتوانم داشته باشم، از ستایشگران دموکراسی این کشور هستم. اما فکر میکنم بزرگان این کشور و مخالفان جمهوری اسلامی باید سرانجام بپذیرند که از راه‌های چلبی، از راه‌هایی که با هلیکوپتر باید دموکراسی وارد ایران کرد، در ایران نمیتوان دموکراسی ساخت. دموکراسی ایران، سکولاریسم ایران، گذار از جمهوری اسلامی، گذار از حکومت دینی به یک حکومت دموکراتیک، سکولار، غیر دینی و خواهان صلح با دیگر مردم جهان، باید بر گرده مردم ایران و در کانون جنب و جوش خود مردم ایران به دست بیاید و نه در راهروهای وزارت امور خارجه آمریکا که پیشتر هم در سالهای پس از لشکرکشی ایالات متحده آمریکا به عراق آغاز شد و در اون هنگام حزب دموکرات کردستان و احزاب قومی در راهروهای وزارت دفاع آمریکا معامله می‌کردند برای گرفتن پول، برای گرفتن پشتیبانی و پروژه آغاز شد. این نشست امشب پرده دوم برنامه است که پرده نخستش در واشنگتن با حضور گروه‌های قومی انجام شد. یک نیم پرده‌ای هم در پاریس داشت که سازمان مجاهدین برگزار کرده بودند. در این نشست امشب وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شرکت دارد. در نشست نیم پرده پاریس وکیل آقای ترامپ شرکت داشت، یعنی آقای جولیانی. زمانی باید دریابند که این راه‌ها، این کارها به دموکراسی در ایران نخواهد انجامید، در عراق نینجامید، در سوریه نینجامید، در افغانستان به دموکراسی منجر نشد، در لیبی تله‌ای از خاک از این کشور ساخته. ما باید کشور ایران رو به دست مردم ایران با توانایی‌های خودمان بسازیم و از هر گونه پشتیبانی نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها بسیار بسیار خرسند باشیم، اما نه اپوزیسیون سازی، که این نشست امشب بخشی از آن هست. شنیدم که شما از طرف رادیویی که در اون کار می‌کنید به عنوان خبرنگار بناست در اونجا شرکت کنید. امیدوارم شما رو راه بدن. البته خب چون سیویلاتون شبیه آقای بولتون، ممکنه جواز ورود به شما بدن، ولی نه، من نه دعوت داشتم و نه اگر دعوت داشتم در چنین نشستی شرکت می‌کردم. از نامه و از در واقع نامه سرگشاده و نوشته بسیار ارزنده آقای میلانی هم بسیار شادمان شدم. من اینجا یه نکته اشاره کنم و که در آمریکا، برای اینو برای دوستان ایرانی میگم، برای اینکه در ایران نگاه ها نوع دیگری است، حتی در اروپا ممکنه متفاوت باشه، در آمریکا خبرنگار رو برای یک ماجرا دعوت نمی کنند. در آگاهی نامه‌ای که میدن می‌نویسن جلوش open to the press، یعنی باز است، محرمانه نیست،
خبرنگاران میتوانن بیاین و اون یه مقدمه ای داره. خبرنگار درخواست میکنه از برگزار کننده، یعنی اون مؤسسش ABC CNN درخواست میکنه، ما 7 نفر رو داریم میفرستیم، نامشون هم اینها خواهد بود و اینها با کارتشون میان اونجا حضور پیدا میکنن، براشون امکانات رو فراهم کنی. هیچ خبرنگاری به عنوان خبرنگار به این نوع مراسم دعوت نمیشه و حضور حضوره یا سنفیس، یعنی از محل کارش بهش گفتن شما برو، یا اگر حتی حضور داوطلبان است. شما خبرنگاران آزاد داریم، خبرنگاران بسیاری مثل خانم ایمی گودمن، ایشون یک خبرنگار آزاد هستن، برای خودشون هم ایجاد برنامه و رسانه دارن. این خبرنگار یا مثل من که به همایش‌های دو تا حزب میرم در سال، اینها ما جز خبرنگاران مستقل هستیم، کارت و اجازه ورود رو داریم، ولی هر بار باید این رو تجدید کنیم، یعنی درخواست بکنیم که امروز خواهم آمد. این رو خواستم برای دوستانی که فکر میکنن که آقا رسانه های ایرانی دعوت شدن یا رسانه ها خودشون بر اساس اون آگاهی نامه که تصویرش رو نشون دادیم به شما در اونجا حضور پیدا خواهند کرد. جناب گوهرزاد ببینید، من باید روشن کنم، هیچ ایرادی نداره اگر هر ایرانی، من و شما هم، فردا اگر آقای ترامپ یا وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، آقای بولتون و دیگران در یک جایی سخنرانی درباره ایران داشته باشند و دیدگاه خودشون رو بخوان در میان بگذارن، ما برویم و در اونجا شرکت کنیم. به هیچ وجه گله‌ای از این کار نباید کرد. این نشست نشست دیگریست. این نشست جستجو برای یافتن به اصطلاح صدای ایرانیانی است که با این سیاست، با این موادی که ایشان تنظیم کردن برای به قول خودشون براندازی جمهوری اسلامی که پیام اون را آقای جولیانی در پاریس به خانم مریم رجوی دادن، این نشست برای چنین کاریست. این نشست در واقع یک سرندیست که از درون این سرند دونه های درشت این آدم هایی که بناست این به اصطلاح اپوزیسیون و جایگزینی آینده ایران رو برای ما بسازند داره انتخاب میکنه، یعنی آدم هایی که امتحان آزمایش در کوران مبارزه در درون کشور ندادن ولی به درد این جنس میخورن. در این بازی نباید شرکت کرد. این نوع بازی ها بدنامی برای مردم، برای همه ایجاد خواهد کرد و افسون بر این. جمهوری اسلامی از این نوع بازی ها بهره خواهد گرفت و مخالفان رو متهم به نوکری بیگانه خواهد کرد. چند روز پیش انسان برجسته ای عباس امیر انتظام پس از سالها زندان و زندان خانگی گذشت. پرونده ساختگی که برای او درست کرده بودند، گفتگو و دیدار با نمایندگان ایالات متحده آمریکا بود. ایشان سفیر بودند، ایشان بنا بود چنین دیدارهایی بکنند، ولی دولتی که برای مردی مانند امیر انتظام این پرونده را میسازه و بسیاری از انسانها را به جرم دروغین جاسوسی برای اسرائیل و یا وابستگی به نهادهای دیگر محاکمه و حتی اعدام میکنه، به اینها نباید بهانه داد که تصور کنند ایرانیان خارج از کشور که کمتر از ایرانیان داخل کشور داغدار وضعیت ایران نیستند، اینها در واقع همکاران حکومت‌های خارج برای منافع اونها هستند. دولت‌ها به دنبال منافع ملی خودشون هستند، نه داغدار منافع ملی کشورهای دیگر. و این سخن یکی از بزرگان بریتانیا در سده 19 بسیار درست است که دولت‌های ملی دوستان دائم ندارند، منافع دائم دارند و حق دولت آمریکاست که برای منافع ملی خودش کوشش کنه. اما ایرانیانی که می‌خواهند به این دام بیفتند و در این سرند به اصطلاح سنگ درشت باشند و بر این بازی شرکت کنند، بدانند که به کوشش واقعی مردم ایران برای ایجاد یک جبهه گسترده در راه گذار از جمهوری اسلامی زیان خواهند رساند و اونها رو بدنام خواهند کرد. ما باید بر گرده خود با توانایی های خود یک اپوزیسیون موفق و گذار از جمهوری اسلامی رو بسازیم، نه با کمک دستگاه های امنیتی کشورهای دیگر. من یه نکته ای رو فقط برای اینکه از این بحث این بخش گذر کنیم و به موضوع گفتگون برسیم، چون آقای امینی اشاره فرمودن که در دیدار پاریس مجاهدین و جولیانی و شمار دیگر از نمایندگان پیشین کنگره آمریکا حضور داشتن، اشاره کردن که در این دیدار حضور نخواهند داشت. یک از خبرنگاران آمریکایی این رو میپرسه از وزارت خارجه، نماینده وزارت خارجه، نماینده ارشد وزارت خارجه
من این رو باید اشاره کنم، این کاغذی که در دست من میبینید بله متن اون چیزیست که آقای پومپئو اشاره خواهد کرد. برای اینکه این رو بگن که چیست، یه رسمی در وزارت خارجه هست، یه به قول خودشون پریویو، پیشنمایش اجرا میکنن. در این پیشنمایش که روز 19 اجرا شده، 5 خبرنگار قرعه کشی شده، اونایی که در واشنگتن بودن البته آمدن و این پرسش ها رو به طور تلفنی مطرح کردن و بقیه شنیدن. در یکی از همینا پرسیده میشه آیا مجاهدین هم اینجا هستن؟ کارشناس یا فرد بالای سازمان وزارت خارجه میگه که من نمیدونم، نیستن یا هستن، اصلا نمیدونم چجوری این آدم ها لیستشون انتخاب شده. این یعنی وزارت خارجه. این نکته ما رو میبره به اینجا که آقا جناب گوهرزاد، اینا یه بازی بسیار بسیار تردستان است. بله. نشست امشب لس آنجلس با ویژگی آدم هایی که در این منطقه جنوب کالیفرنیا سرشناس هستند و بیشتر با خانواده هوادار از پادشاهی نزدیک هستند و جامعه یهودی ایرانی مقیم کالیفرنیا با اینها نزدیک میشه. در واشنگتن گروه های قومی را آورده بودند، در پاریس مجاهدین هست، در شهرهای دیگر بناس همین نشست در سن حوزه و شهرهای دیگر آمریکا هم برگزار میشه. دارن تمرین میکنن که ببینن چه کسانی رو میتوانن به قول فرانسوی ها لانسه کنن. ایرانی ها به دام این بازی نباید بیفتند. این بازی برای سیاست یا برای منافع ملی ایالات متحده آمریکا و به ویژه دولت آقای ترامپ هست. من از هر گونه پشتیبانی و هر گونه فشار واقعی بر جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنم، اما سخت مخالف اون نوع تحریم هایی هستم که بار دیگر مردم ایران رو در این روزگار پر از درد و رنج بیشتر و بیشتر به سطوح بیاورد. بله، اجازه بدید من یک دقیقه دیگه هم یک چیزی اشاره کنم، حتما بریم سر موضوع. از خانم غزاله هم میخوام که پوستر رو آماده کنن که دوباره نشون بدید. فقط میخوام بگم که در سخنرانی آقای پومپئو به نکات بسیار قوی در مورد شرایط ایران اشاره شده، یعنی بله. از اختلاس گرفته، حقوق بشر، زندانی ها، رسیدن ریال ایرانی و برابریش با دلار به 9000 تومان هم اشاره خواهد شد، به خزینه ای که ایران در سال برای سوریه، برای عراق، برای یمن، برای کشورهای حاشیه خودش، برای جنگ‌های نیابتی هزینه می‌کنه، برای حزب الله لبنان، همه این عددها رو آقای پومپئو اشاره خواهد کرد. من می‌خوام بگم اون چیزی رو که پایه خواهد گذاشت آقای پومپئو همه واقعیته. یعنی بسیار ستودنی است. بله، تمام چیزایی است که جمهوری اسلامی انجام داده. اشتباهی است که در دوران آقای اوباما صورت گرفت که امید داشتن به اینکه روحانی و اصلاح طلبان متحدین اونها باشند. این اشتباه رو اینها دارن ازش میگذرن و درست این کار، اما در این که بیایند و برای تحول در ایران یک اپوزیسیونی برای ما بسازن، اونجاست که من با این حرکت برداد. خب حالا پوستر رو خانم غزاله عزیز اگر نشان بدهید، مطمئن میشیم که میخواییم در مورد سخنرانی آقای امینی داشت گفتگو بکنیم. سخنرانی آقای امینی در مونترال در شنبه نخست ماه آگست برگزار خواهد شد و در این مجموعه سخنرانی که در آقای امینی سخنران اصلی اون روز خواهند بود، بقیه همایش اون سازمان همبستگی جمهوری خواهد بود. حالا این پوستر رو نشون خواهند داد. موضوع سخنرانی آقای امینی که در آمریکا میگن کینوت سپیکر چه خواهد گفت و یک بحث در مورد این است که موانع پیش پای این تحقق نیافتن دموکراسی و سکولاریسم در ایران بوده در روند تاریخی. آقای امینی، اگر مردم و همین پیش شما اشاره کردین، مدرنیته کمی پیش از مشروطیت و یا بیشتر با نقطه عطف مشروطیت آغاز شده، از همینجا آغاز کنیم و مسئله این چه موانعی بر سر اون دوران بوده که ما نتوانستیم یا توانستیم پیش ببریم. جناب گوهرزاد، از انتشار یکی از نخستین نوشتارها درباره حقوق در ایران نزدیک به 150 سال می‌گذرد. نوشتاری که نام برنامه من از اون الهام گرفته شده، کتاب یک کلمه مستشار دوله تبریزی درباره نیاز به قانون در ایران.
112 سال پیش سرانجام پس از جنب و جوش و کوشش بسیاری، فداکاری های بسیار، فرمان مشروطه رو مظفرالدین‌شاه قاجار دستینه نهاد. و ما آزمون کوتاهی در این زمینه در راستای داشتن یک مجلس داشتیم که با گرفتاری های خودش روبرو شد. در این 112 سال گذشته ما با چند جنبش نیرومند در تاریخ ایران روبرو بودیم. نخست جنبش مشروطه است که مهمترین مسئله جنبش مشروطه حکومت قانون بود و موفق هم شد در این زمینه. سپس ما به دوران بعد از شهریور 20 رسیدیم، سرانجام جنب و جوش پیش از انقلاب 57 آغاز شد. باز گردم به آغاز این دوران. موضوع انقلاب مشروطه دو مسئله اساسی بود. حکومت قانون به این معنا که مردم، ملت حق حاکمیت ملی دارد و مجلس در واقع نگین این حکومت قانون است و بناست که از راه این حکومت قانون مردم در سرنوشت خودشون از راه نمایندگان خودشون شرکت بکنند. موضوع دوم انقلاب مشروطه مدرن سازی ایران بود، یعنی ایجاد یک دولت ملی مدرن در ایران. ما در زمینه دوم تا حدود زیادی موفق بودیم، یعنی توانستیم در دوران مشروطه و به ویژه در دوران 16 ساله پادشاهی رضا شاه بسیاری از اون آرمانهای آغازین انقلاب مشروطه رو در زمینه توسعه اجتماعی و پیشرفت به انجام برسانیم. در ایران راه‌آهن به وجود آمد، آموزش رایگان سراسری به وجود آمد، دبستان‌ها و دبیرستان‌ها گسترش پیدا کردند، دختران وارد کار آموزش شدند، دانشگاه به وجود آمد و دست آخوندها در زمینه‌هایی از شرکت در ساختارهای اداره کننده جامعه کوتاه شد، به ویژه در پرتو پیدایش دادگستری نو از زمان داور به این سو که البته زمین اون رو پیشتر نهاده بودند. همه اینها کارهای بسیار نیکی بود که انجام شد. به این معنا میتوان گفت که در دوران رضا شاه در ادامه دوران مشروطه ما با یک نوع سکولاریزم روی هم رفته مورد پشتیبانی دولت روبرو بودیم. یعنی تا حدود زیادی ساختار فرمان روایی در ایران ساختار سکولار بود، ساختار دینی نبود و دست آخوندها از ساختارهای فرمان روایی تا حدود زیادی کوتاه شده بود. به این معنا نیست که دین در اندیشه اجتماعی نقشی نداشت. آنجایی که ناتوانی پیامدهای انقلاب مشروطه نشان داده شد در ناتوان ساختن اون ساختار قانونگذاری در ایران بود، یعنی اون مجلس مشروطه که در دوران پادشاهی رضا شاه اصلا هیچ کاره شد، یعنی فهرست میفرستادن از وزارت کشور و شهربانی و نمایندگان رو انتخاب میکردن و نمایندگان بر فرمان مطاع ملوکانه مهر میزدن و به این ترتیب موضوع حکومت قانون در ایران و مشارکت مردم به پایان رسید. یکی از مهمترین زمینه‌های ماندگارسازی سکولاریسم در جوامع مانند ایران شرکت جامعه روشنفکر و جامعه نخبه ایرانی در گفتمان اجتماعی است، یعنی آزاد بودن دست روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، کادرهای سیاسی، نخبگان اقتصادی در اینکه بتوانند این سکولاریسمی رو که دولت از اون پشتیبانی میکنه حالا پربار کنن، نهادینه کنن، آبیاری کنن و این درخت رو توانا کنن تا در صورت بازگشت یک حکومت یا کوشش دینی این درخت چنان توانا باشد در برابر این تندبادها ویران نشود. چنین نشد و انقلاب مشروطه که به یکی از دو مهمترین سنگرهای مقاومت در برابر سکولاریسم و دموکراسی در ایران پایان داده بود، یعنی حکومتی که یعنی نفوذ روحانیان از یک سوی و ساختار ایلیاتی جامعه ایران به این پایان داده بود، گرفتار یک نوع خودکامگی و فساد دیگر شد. کارهای نیکی در دوران رضا شاه انجام شد ولی فقدان آزادی، نبودن به ویژه آزادی در واقع کوشش اندیشه‌ای، کار روزنامه نگاری، سیاست، کارهای اجتماعی زمینه رو فراهم کرد که ما هنگامی که به شهریور 20 رسیدیم بسیاری از اون دستاوردهای دوران رضا شاه در واقع به کنار رفت و در دوران رضا شاه زدایی میان شهریور 20 تا 32 به قول آمریکایی ها بچه رو با آب لگن
به دور انداختن. یعنی جناب امینی همینجوری مکس کوتاهی داشته باشیم، شما اشاره می‌فرمایید که در دوران پس از مشروطه خب دستاورد مدرنیته در ایران ثمر رسید و کارهایی انجام شد. خب طبیعی است ما دادگستری داشتیم، دانشگاه داشتیم، سپس رادیو داریم، یعنی تمام این امکانات رو فراهم کردیم، ولی چطور با فراهم شدن تمام این امکانات باز هم مانع اصلی دست نیافتن ما به دموکراسی، چون شما فرمودین که دولت ایران در اون زمان یک دولت سکولار بود، ولی در پیوند سکولاریسم و دموکراسی ما نداشتیم جامعه. برید جناب گوهرزاد، من به تازگی از فرانسه از یه سفری به چند مرکز شراب فرانسه برگشتم و در اونجا وقتی نگاه میکنید میبینید برای ساختن این شراب چند تا عنصر لازم هست. انگور خوب، داشتن جایی که بتوانید انگور خوب رو به شراب تبدیل کنه، و تخصص. شما میتوانید بهترین انگور جهان رو داشته باشید ولی جایی رو نداشته باشید که انگور رو به شراب خوب تبدیل بکنید، و یا آدمهای کارکشته برای این کار نداشته باشید، انگور شما کشمش خواهد شد و شراب ازش بیرون نخواهد آمد. دانشگاه ساخته شد، ساختارهای حقوقی مدرن در ایران به وجود آمد، اندیشه مدرن در ایران آزاد گذاشته نشد. به گفته مهدی قلی هدایت، کلاه را تغییر دادن، زیر کلاه را نی. یعنی تغییر کلاه درست بود، تغییر لباس درست بود، ولی جامعه ایرانی نیاز به این داشت که زیر کلاه فکر انسان هم دگرگون بشود. فکر انسان رو با ساختن دانشگاه یا دبستان نمیتوان دگرگون کرد، بلکه با آزادی اندیشه، با باز بودن دست حتی کسانی که مخالف سیاست دولت هستند در طرح مسائل، در گفتگوی میان آدمیان میتوان دگرگون ساخت، نه بر پایه یک رهبری حتی بسیار بسیار نیکمنش. یعنی شما بهترین آدم رو هم که در بالای کار داشته باشید، اگر خود جامعه در اون خرد پرسشگر وجود نداشته باشه، از آزادی اندیشه برخوردار نباشه، این جامعه پیشرفت نخواهد کرد. نگاه کنید به تفاوت میان آلمان غربی و آلمان شرقی. یک زبان، یک ملت، یک تاریخ، تقریبا یکی از دیگری بزرگتر بود، منابع مشابه. یکی یک قول صنعتی شد و آلمان غربی شد که آلمان شرقی رو هم پس از فروپاشی دیوار برلین خورد و ساخت، و دیگری یک کشور پر از افسردگی با همه کوشش‌هایی که در زمینه‌های انجام می‌دادند نتوانستند از نقطه نظر دگرگونی و تحول اجتماعی جامعه رو پیش ببرند. ولی آلمان غربی به دلیل آزادی به چنین دستاوردی رسید. سکولاریسم به آزادی نیازمند است و آزادی به سکولاریسم، این دو با هم پیوند دارند. همان گونه که گفتم، شراب خوب به شرابخانه خوب و انگور خوب نیازمند است و تخصص. اینها رو نمیتوان کنار نهاد. همه اینها لازم است برای ساختن اون چیزی که میدانم شما تا به حال ننوشیدید. خب آقای امینی، برویم به شهریور 20 خود به خود. اگر هم قرار بود ما در مسیری حرکت کنیم که این مسیر ممکن است خیلی دیر با کندی پیش بره به سوی یک کشور سکولار دموکرات و داشتن دموکراسی در ایران، به هر روی جنگ ها، به ویژه جنگ های بزرگ جهانی، اینها همه مسائل رو میبندن. یعنی دیوار بزرگی در برابر هر چیزی به وجود میاد، برای اینکه اون کشور فقط باید خوش حفظ شه. شهریور 20 این رو چگونه برای ما رقم زد و این تفاوت ها، رفتن رضا شاه، جانشین شدن محمد رضا شاه، اینها همه چقدر تاثیرگذار بود در این دست نیافتن؟ شهریور 20 یک پیامد بسیار بسیار نیک داشت و سه پیامد بسیار منفی. پیامد بسیار نیک اون در این بود که جامعه ایران باز شد، روزنامه ها آزاد شدند، صدها روزنامه در ایران در گوش و کنار ایران آغاز به کار کردند، احزاب سیاسی که تا اون هنگام آزاد نبودند به وجود آمدند، حتی در انتخابات مجلس از مجلس 14 به بعد شمار بسیاری از نمایندگان راستین مردم به مجلس راه یافتند. همه نمایندگان مجلس هم به راستی نمایندگان مردم نبودند، مانند دیگر کشورهای عقب مانده جهان همچنان تقلب و صندوق پر کردن در ایران هم رسم بود و رسم هست. ولی با این همه میتوان گفت که مجلس شورای ملی از میانه کار، یعنی از میانه مجلس 13، از آغاز مجلس 13 که انتخابات اون در دوره
رضا شاه آغاز شده بود تا پایان زمامداری مصدق روی هم رفته مجلسی بود که نشانی از آب و هوای آزادی در اون میدمید و نشانی از اون به چشم میخورد و نمایندگان با هم گفتگو میکردن، اختلاف و جنجال سیاسی به وجود میامد و بر سر لوایح رأی گیری میشد و به راستی مجلسی بود که نمیتوان گفت واقعا مجلس آزاد، ولی روی هم رفته آزادتر از گذشته صورت واقعی پیدا کرده بود. آزادی روزنامه نگاری و بسیاری چیزهای دیگر که به ویژه در دوران مصدق به اوج رسید، همه اینها از دستاوردهای نیک دوران پس از شهریور 20 است. اما سه دستاورد منفی وجود آمد. نخست اینکه تمام کوشش‌هایی که در دوران رضا شاه برای محدود کردن نیروی سیاسی مذهبی در ایران انجام شده بود، پس از شهریور 20 به باد رفت. یعنی یکی از نخستین گروه‌های پدیدار شده پس از شهریور 20 گروه‌های مذهبی بودند که در کانون اونها فدایان اسلام به وجود آمد، کسروی رو ترور کردند و کشتند و سرانجام سه سیاستمدار برجسته ایرانی رو، هجیر، رزمارا و شخصیت‌های دیگری رو، دو سیاستمدار برجسته و شخصیت‌های دیگری رو. و به این ترتیب ما با حضور مذهب سیاسی در سپهر عمومی ایران روبرو هستیم که پدیده‌ای منفی بود و این حضور بود که بعدها به بار نشست و جمعیت مؤتلفه رو ایجاد کرد و از دل جمعیت مؤتلفه پشتیبانان آقای خمینی به وجود آمدند. پدیده منفی دیگر در این بود که در واکنش به حضور نیروهای انگلیس و آمریکا در ایران و به ویژه پس از آغاز جنب و جوش ملی شدن صنعت نفت که بسیار هم مثبت بود، ما با یک فضای ضد آمریکایی، ضد امپریالیستی در ایران در سپهر سیاست روبرو شدیم، چیزی که در گذشته ایران نبود. یعنی در دوران مشروطه کوشش آزادی خواهان در این بود که با دولت‌های غربی و با اندیشه‌های غربی نزدیک بشوند و همین دلیل هم به برخی از اونها فرانکوفیل یا انگلوفیل میگفتند. خیلی از اونها واقعا وابستگی نداشتند، ولی در پس از شهریور 20 و جنبش ملی شدن صنعت نفت و رفتار بسیار بی‌شرمانه دولت بریتانیا با ایران و دولت مصدق و به ویژه کودتای 28 مرداد، فرهنگ ضد امپریالیستی با سیاست مخالفان ایران نهادینه شد و تبدیل شد به پدیده‌ای که در انقلاب 57 به بار نشست، پدیده‌ای بسیار منفی. و اما سومین و شاید مهمترین جنبه منفی پس از شهریور 20 در این بود که ما با پیدایش یک حزب تازه روبرو شدیم، حزب توده، که از یک سو پدیده‌ای بسیار مثبت به شمار می‌آمد که در ایرانی که ما آزمون حزبی نداشتیم، اینک با یک حزب گردن کلفت هوادار عدالت اجتماعی روبرو شویم، و سوی دیگر منفی بود چون این حزب بند نافش به اتحاد جماهیر شوروی و کومینترن بسته بود. و به این ترتیب چون این حزب فراگیر جامعه روشنفکری ایران شد و پس از اون هم چپهای مستقلی که بیرون از این حزب بودند با همین نوع نگاه به دنیا مینگریستند، ما با یک جامعه روشنفکری روی هم رفته سترون روبرو شدیم. یعنی جامعه روشنفکری که به خودش اجازه اندیشیدن نمیداد. ببینید در اون دوران این دستگاه دیدگاهی بسته چپ ایران که تقریبا میتوان گفت جامعه روشنفکری ایران رو در بر گرفته بود، آزادی اندیشیدن به کسی نمیداد. حتی آدمی مانند خلیل ملکی از حزب توده بیرون رانده شد و به عنوان وابسته به بیگانه، نوکر امپریالیسم شناخته شد. بنابراین مجموعه این دوران رو که نگاه میکنید، هنگامی که ما به آستانه انقلاب 57 میرسیم، شما با چند پدیده خیلی دردناک روبرو هستید. از یک سوی دولتی که در این سالهای پس از 28 مرداد هر روز بیش از پیش به سوی خودکامگی فردی پیش میرود و شاه به جای اینکه بر طبقه خودش و روشنفکران اون مجموعه‌ای که به سازندگان جامعه هستن اتکا کنه، بیش از پیش به انگشت شماری از افراد و ساواک و ارتش متکی است. تنها نیروی لیبرال دموکراسی ایران که جبهه ملی باشه، یک نیروی ناتوان، سرکوب شده و روی هم رفته، آزمون ناشده است. جریان روشنفکری ایران اساساً در چارچوب چپ، چپ ضد امپریالیستی، چپ خواهان مصادره ها و چپ انقلابی در واقع
متبلور هست و نیروی سیاسی فعالی که از زیر فعالیت کرده در این سالها رو آمده و به ویژه از 15 خرداد به این سوی به رهبری خمینی، یک جریان بسیار بسیار واپسمانده سیاسی مذهبی است که در سودای مشارکت با هیچ نیروی دیگر نیست و میخواهد جامعه ایران رو بر پایه یک الگوی اسلامی برخلاف جنبش مدرنیته و مشروطه بازسازی کنه. نتیجه این است که انقلاب اسلامی روی میدهد و همه اعضای خانواده شهری ایران، از هواداران پادشاهی تا چپ تا روشنفکران تا میان روها تا لیبرال دموکراسی، همه کی شمار میشوند و نیروی مذهبی یک کتاز جامعه ایران میشود و شرایطی میشود که امروز پیش آمده است. خب جناب امینی، در این وقت باقی مانده که در حدود 7 یا 8 دقیقه خواهد بود، به این روند 40 سال گذشته که جمهوری اسلامی بوده و گام به گام این مانع‌ها رو نه تنها کنار زده نشده، این مانع‌ها قوی‌تر شدن، پایه‌های قوی‌تری در برابر مردم شدن برای دستیابی به اون چیزی که میخوان و اون چیزی که شما در آغاز برنامه اشاره کردین از دوران مشروطیت است و به این ترتیب کشوری که مشروطیت رو داشته و به قول شما یک پارلمان داشته در اون سرزمین در اون دوران، امروز محروم است از این چیزی که میخواهد در اون دوران داشته بهش دست بیابه. یعنی فاصله چند سال رو داریم ما. ببینید، راستی این است که در این 150 سال گذشته و شاید خیلی بیشتر از اون، ما تا به حال فرمان روایی در ایران نداشتیم که به این اندازه فاسد، به این اندازه خودکامه، به این اندازه دشمن آزادی و به این اندازه مخالف با جدایی دین و دولت و سکولاریسم باشد و تا این اندازه ناپایدار و ناباور به قانون، حتی قوانینی که خود اونها پایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین ما در پایان کار ایستادیم، به این معنا که از آغاز کار رو اگر فرمان مشروطه بدانیم و دستاوردهایی در این سالها داشتیم، امروز که به ساختار فرمان روای ایران می‌نگریم، ساختاری است درست در برابر انقلاب مشروطه و یکی از فاسدترین و یکی از خودکامه‌ترین و تنها نمونه دولت دینی در تاریخ ایران. اما دستاوردهایی هم داشتیم. این دستاوردها چه بوده؟ ما برای نخستین بار مردم ایران با گوشت و پوست و خون و زندگی روزانه حکومت دینی رو آزمون کردند. فهمیدن که در حکومت دینی نه عدالتی هست، نه برابری هست، نه آزادی هست و نه حتی دین اونها از گزند دستبرد رهبران و دولتیان محفوظ خواهد بود. چون حتی در حوزه دینی هم آنها باید به گونه ویژه‌ای در واقع بیاندیشند و بنگرند. این پسوند اسلامی که بر نام جمهوری اسلامی آمده، در واقع باید گفت پسوندی است برای یک برداشت اسلامی بسیار بسیار محدود و متحجر. از سوی دیگر جامعه ایرانی امروز، به ویژه نسل جوان امروز که در فرهنگ اینترنتی و گلوبال پرورش پیدا کرده، با بسیاری از ارزش‌های مدرن آشنا شده و زیر بار این ارزش‌های کهن نمی‌رود. نگاه کنید به این واقعیت که در انقلاب مشروطه شمار بسیار بسیار انگشت شماری از زنان شرکت داشتند و حتی در سالهای پایانی پادشاهی محمد رضا شاه هم شرکت زنان در زندگی اجتماعی محدود به شمال شهر می‌شد. امروز زنان ایران در همه زمینه‌ها همپای مردان نه تنها مشارکت در زندگی اجتماعی دارند، بلکه در پیشاپیش جنبش برای دستیابی به آزادی ایستادند. نکته دیگری که به اون خیلی کم توجه می شود، نزدیک به 9% جمعیت ایران در خارج از ایران زندگی می کنه. یعنی چیزی میان 6 تا 9 میلیون ایرانی در 25 کشور از پیشرفته ترین کشورهای جهان با آزمون دموکراسی، پیشرفت، توسعه اقتصادی، آزادی فرهنگی، سکولاریسم روزانه آشنا می شوند و اینها رو به جامعه ایران منتقل می کنند. جمهوری اسلامی پایان راه رسیده. من فکر می کنم جامعه ایران در شرایطی است که بیش از هر زمان دیگر آمادگی لازم برای دستیابی به یک دموکراسی و سکولاریسم ماندگار رو داره. اما چیزهایی هم در کمین ما هستند. یکی از اونها کوشش برای قومگرایی در ایران و دامن زدن به جنگ قومی در ایران به نام دموکراسی است، به نام عدم تمرکز است، از این بازی هایی که شروع کردن به ویژه با پول دیگران. چیز دیگری که در کمین ماست خطر جنگ است با این ماجراجویی هایی که جمهوری اسلامی در منطقه
سالهای پیش آغاز کرده و امروز همچنان بر اونها پافشاری میکنه. خطر جنگ از سوی همسایگان ایران با ایران و ایران با همسایگان. سومین گرفتاری، اگر این تحریم ها افزایش پیدا بکند، کمر اقتصاد ایران آنچنان شکسته خواهد شد که شاید دولت آینده ایران هم نتواند به این آسانی این اقتصاد رو نجات بدهد. گرفتاری دیگر، ما با بحرانی روبرو هستیم که ایران رو به یک کبیر بزرگ تبدیل کرده. این کم آبی تنها پیامدش در این نیست که مردم تشنه آب هستند، بلکه بسیاری از مناطق ایران، من با دوستی صحبت میکردم از شوشتر به تازگی آمده، میگفت دیگر درختی در آن منطقه یافته میشود، همه درختهای کهن از میان رفته، همه اون آبریزهایی که وجود میداشته تقریبا خشک شده. و این وضعیت بسیار بسیار دردناک ایران از یک سو و چشمانداز دسترسی به یک آزادی و دموکراسی ماندگار و سکولاریسم دست و پنجه با هم نرم میکنند. و من فکر میکنم همون گونه که ما در گذشته هم آزمون کردیم، زمینه و زمانه برای پرش ایران، پرواز ایران به سوی ایران بهتر بسیار آماده است، ولی این زمان زمان محدودی است. یعنی این هواپیمایی که خیز برداشته برای اینکه پرواز کند، این باند بدون انتها نداره، یک جایی باید بتواند بلند شود. ما زمان محدودی در پیش داریم و امیدوارم چه در داخل و چه در خارج، کسانی که به آینده ایران میاندیشند به راستی بتوانند یک نوع هماهنگی به وجود بیاورند بر گرده مردم ایران و نه دولت‌های خارجی. و شاید ما بتوانیم برای نخستین بار پس از انقلاب مشروطه یک دموکراسی و سکولاریسم ماندگار رو در ایران آزمون بکنیم و به کاروان پیشرفت و توسعه جهانی و جهان گلوبال بپیوندیم. پیش از اینکه از شما خداحافظی کنم و سپاسگزاری، اجازه بدیم پوستر رو یک بار دیگر خانم غزاله گرامی این پوستر رو نشون بدیم. بله، همبستگی جمهوری خواهان ایران، همایشی رو در دانشگاه کبک در مونترال کانادا برگزار میکنه، چهارم و پنجم در ماه آگست، روز شنبه 4 آگست ساعت 6 پس از نیم روز سخنرانی آقای امینی خواهد بود با موضوع موانع تاریخی سکولاریسم و دموکراسی در ایران. و کمی پوستر رو بیشتر بالا ببریم و آدرس رو هم دوستان میتونن ببینن، دانشگاه کبک هست، در اون کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن براشون یافتن این دانشگاه کبک کار دشواری نخواهد بود، به این ترتیب که هر کس در خیابان سن کاترین، بله، چون هر کس در هر شهری زندگی میکنه میتونه راحت بدونه دانشگاه کجاست. ولی از همه مهمتر این است که این ورود برای این سخنرانی آزاد برای همگان و رایگانه. به این ترتیب هیچ گونه نیازی بر اینکه شما عضو یک سازمانی باشین، پیوندی با یک سازمان داشته باشین یا نداشته باشین، برای این سخنرانی نیست، چون بخش دیگری از برنامه‌های همایش خود به خود بحث‌های داخلی خواهد بود، بخش‌های دیگر برنامه‌های بیشتری خواهد بود در همایش، روزهای متفاوت، برای این یک برنامه عمومی همه آزاد خواهد بود. به این ترتیب در دو روز شنبه و یک شنبه همایش جمهوری خواهان، همبستگی جمهوری خواهان ایران برگزار میشه. آقای امینی هم روز شنبه ساعت 6 پس از نیم روز در اونجا سخنرانی دارن. آقای امینی، با امید دیدارتون و امیدواریم که این برنامه تنها یک برنامه و یک بار گفتگو در برنامه پویش نباشه و در آینده شما رو در خانه خودتون ببینیم، به ویژه در برنامه چالش که بنیاد آینده اون رو عرضه میکنه و به این ترتیب برنامه خودتون هست. سپاسگزارم. روزگارتون خوش. خب بینندگان گرامی، همراه با آقای امینی که خداحافظی کردیم، به پایان برنامه میرسیم. برای مردم ایران آرزوی آزادی، برای مردم جهان آرزوی صلح میکنم. روز و روزگار خوش.